خب دوستان سلام عرض شد، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. در خدمتون هستیم با یه جلسه وبینار آموزشی دیگه. امیدوارم که مورد توجهتون واقع بشه این وبینار و زمانی رو که میذارید براتون مفید بوده باشه. خب تو این جلسه آموزشی در واقع تحت عنوان آموزش کار با وبسایت در مورد خدمتون عرض کنم که من ویدیو رو باز کنم، در مورد یه سری مسائلی که تا الان صحبت نکردیم صحبت خواهیم کرد. در واقع یه مقداری پیشرفته تر از اون چیزایی هست که تا امروز در مورد صحبت کردیم. جلسات معمول آموزش وبسایت در واقع منوها رو توضیح میدادیم و خدمتتون عرض کنم که وبسایت رو توضیح میدادیم، یه سری کلیات رو. اما تو این وبینار، تو این جلسه میخوام یه مقداری مطالب جدید بگیم و تیتراش هم عنوان کرده بودیم تو استوری. یکی مقوله اسمارت دلیوری رو کامل باز خواهیم کرد. مورد بعدی بحث کلندر و ایونت رو که حالا قبلا هم بهش اشاره شده ولی یه مقداری کاربردی تر، دلیلش هم اینه که به هر حال کلندر ژنس یا تقویم ژنس بسیار بسیار قوی هست و در واقع تو کل دنیا همه میتونن دسترسی داشته باشن بهش و ازش استفاده بکنن. مهم اون استفاده هست و شخصا تجربه که تو این چند وقت اخیر داشتم متوجه شدم که بسیار بسیار مفید هست. جدای از اون حتی تیم یونیتی گلوبال هم تقویم خودش رو ارائه داده. اینجوری بهتون بگم تو این نوع از نتورک مارکتینگ، تو این سیستمی که داره کار میشه الان، یه مقداری متفاوت با اون سیستمی که شاید یه زمانی شخص خود من کار کردم، نقش مؤثر این تقویم ها و این ایونت ها داره. اگرچه ایونت در جای خودش بسیار بسیار مهم هست، آقای ریکورد کتابش میگه ما از ایونت به ایونت کار میکنیم، یا به قول آقای دینیم که حالا نمیدونم از قول خودش گفتن این صحبت رو یا خدمتتون عرض کنم که از قول کسی، ایشون عنوان کردم که کار ما بلیت فروشیه. یعنی ماها به عنوان نتورکرها، حالا جدای از بخشی از کارمون که روی فروش هست، ما بلیت میفروشیم و این معنیش اینه که ما ایونت ها رو پروموت میکنیم، چون افراد اگه بیان توی ایونت ها تو اون جلسات شرکت بکنن یا شما افرادتون رو توی ایونت ها دعوت بکنید و اونها توی این ایونت ها شرکت بکنن، اتفاقی که میفته اینه که اونها تحت تاثیر اون جلسات، جلساتی که مطمئنا خیلی حرفه‌ای برگزار میشه، توسط افراد موفق برگزار میشه، اون انرژی که اونجا وجود داره، اون محیطی که اونجا وجود داره، همه اینا کنار هم دیگه باعث میشه که شما بتونید در واقع موفق بشید. فاصله شما با دایموندی ژنس از قول آقای دینین 1000 نفر توی یک ایونته. بنابراین ایونت ها مهمه. ایونت ها نقش کلیدی دارن و خب چجوری ما میتونیم از ایونت ها با ایونت ها کار بکنیم؟ زمانی که تقویم ژنس رو میدونیم. تقویم ژنس یعنی چی؟ یعنی به شما میگه که کی کجا چه خبره. خیلی ساده، کی کجا چه خبره. به عنوان مثال توی آلمان تو شهرهاش در واقع هر روز ما برنامه‌های آموزشی، وبینارهای معرفی کار، همین الان تو زمانی که من دارم این جلسه برگزار میکنم، بلافاصله بعد از این جلسه یک جلسه آموزش به زبان آلمانی هست، در واقع معرفی ژنس هست به زبان آلمانی که من استوری کرده بودم. فردا ساعت 11:30 به وقت آلمان دوباره جلسه آموزشی هست. مرتب جلسه آموزشی به زبان‌های مختلف. اینها حالا برنامه‌های داخل یونیتی گلوبال هست. یونیتی گلوبال هم تقویم خودشو داره و اپلیکیشن خودشو داره و اپلیکیشن داره کامل میشه، فلان فقط آلمان روش کار میکنه و تو اون اپلیکیشن شما میتونید تمامی ایونت هایی که در یونیتی گلوبال در کل دنیا داره برگزار میشه، تمام جلساتی که هست، حتی خود شما اگه یه جلسه ای دارید، مثلا یه جلسه وبینار آموزشی ما مثلا میگم دوشنبه ها داریم، یا وبینار معرفی ژنسی داریم دوشنبه ها، یا سایر وبینارهایی که به زبان فارسی داریم مثل امشب، حتی اونها هم تون ثبت خواهد شد. و بنابراین تمام افرادی که توی یونیتی گلوبال هستن یا توی کامیونیتی خودمون هستن میتونن با دسترسی به اون اپلیکیشن بدونن کجا چه خبر شد تا اون شرکت بکنن. به هر حال بحث اینجوری میتونیم فکر کنیم که میتونیم تو تمام جلساتی که برامون مهم هست شرکت بکنیم یا شرکت بدیم پراسپکتامون ها رو، ولی فکر کنید فاصله زمانی و مکانی و نمیدونم رفت و آمد و اینا رو نداره. آنلاین میریم از این جلسه به اون جلسه به این جلسه.
برای این اتفاقی که توی دنیای امروز افتاده نیاز داره ما یه مقداری نسبت به اون جبهه‌گیری جدید داشته باشیم. پس امروز راجع به ایونت‌ها و کلندر جنس صحبت خواهیم کرد. مورد دوم، اولی اسمارت دلیوری بود برای کسایی که تازه توی جلسه اومدن و دومی کلندر بود. اما مورد بعدی آنلاین چت رو توضیح خواهیم داد به این هدف که دوستان بتونن خودشون یا موقع اگه مسائلی براشون پیش میاد چت بکنن با جنس، به خاطر اینکه هر روز شما میتونید بعد از ظهرها تا غروب خیلی ساده برید توی اکانتتون و اگه مسئله‌ای هست، سوالی اگه دارید، پسوردتون و پسورد والدتون اگه گم کردید، یا حالا سوالی دارید اصلا راجع به پروموشن ها سوالی دارید، میتونید برید اونجا و خیلی ساده چت بکنید و اونجا یک نفر میاد و جوابتون میده. و خب این هم خوبه که فرهنگ شکل بگیره. دوستان یه آموزش امروز خواهیم داد در این رابطه. مورد بعدی ریپورت هست، گزارش ها رو توضیح خواهیم داد. امیدوارم که فرصت بکنیم و بتونیم این 4 تا موضوع رو پوشش بدیم. ریپورت رو چرا صحبت خواهیم کرد؟ به این دلیل که پروموشن هایی که الان تحت در حال حاضر توش هستیم، این پروموشن ها رو شما بخواید برید چک بکنید، ببینید کجا هست، چجوری میتونید بفهمید چقدر از اون امتیازها رو کسب کردید و نسبت به اون تلاشتون رو بیشتر بکنید، یا خیالتون راحت باشه که دیگه پروموشن رو میزنید. در صورت اون هم نیاز هست که دوستان بدونن. و خب ریپورت یکی از مهمترین قسمت‌های در واقع این جلسه است. خب خدمتتون عرض کنم که اگه موافق باشید شروع بکنید جلسه امروز رو با بحث اسمارت دلیوری. من وارد یکی از این حساب‌ها بشم. خب دوستان نکته اولی که خدمتتون بگم، این قسمت بالا اگه میبینید یه موقع یک حالت این شکلی میاد، این تخفیف 20% هست که جنس فقط یک مورد تخفیف داره و اون هم زمان تولدتون هست که 20% روی خریدی بهتون تخفیف میده که تا ماکسیموم $100 تخفیف این قابل قبوله. یعنی شما یه خرید $500 اگه بکنید $100ش میفته با این. واقعا سخاوتمندانه عمل میکنه جنس. خب نکته بعدی که اینجا وجود داره، همیشه وارد حسابتون که میشید حتما این دکمه ریفرش رو بزنید. انقدر اینو بعد عادت بکنیم، چون این خیلی مهمه و برای خیلی ها سوال پیش میاد، چون در واقع آپدیت نمیشه و شما باید حتما این رو بزنید تا همیشه آپدیت بشه. دوستان نکته خیلی مهمی که وجود داره این ضربدری هست که اینجا میبینید. این ضربدر در واقع میگه که شما این ماه اکتیو نیستید و توی فرصت 7 روزه هستید. و شما میدونیم که توی جنس برای اینکه شما اکتیو باشید، یکی از اتفاقاتی که از شما یک انسان اکتیو میسازه، تعریف اکتیو اصلا، شما اگه انجام بدید جنس قبول میکنه از شما، لزوما خرید نیست. یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید که یه ورودی بگیرید. اگه این ماه یه ورودی داشته باشید، ماه بعدتون اکتیوید. در واقع ورودی گرفتن شما نشون میده اکتیوید دیگه. راه دوم اینه که روی سایتتون، روی سایتی که هر کدوم از ماها داریم، به اندازه 60 CV فروش داشته باشید. یعنی آدرس سایتتون رو که میدید به افراد دیگه، اونها برن روی سایتتون و خرید بکنن و خب اگه 60 امتیاز خرید داشته باشن شما اکتیو میشید. راه بعدی اینه که شما توی حساب خودتون، یعنی همین قسمت، برید توی شاپ و 60 امتیاز خودتون خرید بکنید. اگه 60 امتیاز شما خرید بکنید توی حسابتون، در واقع باز هم شما اکتیو میشید و اکتیوید. اما این 3 مورد که تحت عنوان اکتیویشن جنس هست، هیچ کدوم ربطی به اسمارت دلیوری نداره. اسمارت دلیوری و این 3 موردی که به عنوان اکتیویشن خدمتتون عرض کردم، در یعنی فی نفسه یکیه. اما فرقی که این دو تا با هم داره اینه، شما توی اسمارت دلیوری که این گزینه هست و امروز میخوایم راجع بهش توضیحاتی رو بدیم خدمتتون، توی اسمارت دلیوری شما باز هم ماهی 60 امتیاز رو میگیرید. یعنی هیچ فرقی از لحاظ قیمتی، از لحاظ حالا فرق خاصی با خدمتتون عرض کنم اون سراحی که ما میمدیم یا از رو سایتمون 60 امتیاز میفروختیم یا یه دونه ورودی میگرفتیم یا میرفتیم توی اکانت خودمون 60 امتیاز محصول میخریدیم، هیچ فرقی نداره. شما اکثر افراد، شاید برای من 2 ساله که هر ماه 60 امتیازم رو دارم اکتیو میکنم، حالا یا ورودی گرفتم یا خرید کردم، محصول خرید کردم،
ولی خب اسمارت دلیوری هم همونه در واقع، شما کافی فقط 60 امتیاز خرید بکنید. منتها شما تو اسمارت دلیوری به شرکت میگید که من اومدم که ماهی 60 امتیاز بخرم، و این برای این فرهنگ این موضوع خیلی مهمه. زمانی که افراد میان و حالا ما به همه بچه ها از روز اول، حالا شخص من اینو گفتم به عنوان یک فرد تو این تیم، که دوستان میتونن زمانی که میتونن این کارو بکنن، تا اون زمانی که نمیتونن تیمشون رو بسازن و مجموعهشون رو بسازن، نهایتا یکی دو تا سه تا سایکل از دست میدن و یکی دو تا سه سایکل همش $100 میشه، زیاد اهمیتی نداره، ولی شما تیمتون رو ساختید. برای همین نگران این که حالا اکتیو باشید نباشید فلان، اگه کسی نمیتونه، خیلی خوبه که آدم‌ها اکتیو باشن، ولی به هر حال شاید بعضی نتونن. اون افراد نگران میتونن نباشن و سازمانشون رو بسازن، بعد از مدتی سازمانشون که رشد کرد اون موقع دیگه میتونن راحت بیان اکتیو کنن و حتی از این گزینه اسمارت دلیوری استفاده کنن. دلیل این که امروز اسمارت دلیوری رو آموزش میدیم این نیست که همه افراد برن اسمارت دلیوری بشن، اگه بشن خوبه، ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته، هیچ جا نمیفته. شاید تو بعضی از کشورها، بعضی از تیم‌ها این فرهنگ رو ایجاد کردن که هر کسی که میاد ثبت نام میکنه یه پک انتخاب میکنه، پکشو میخره و همونجا انتخاب میکنه که آقا من ماهی یه دونه ریزرو میخوام. اگه به این قضیه اینجوری فکر کنیم که ماهی یه دونه ریزرو رو یا خود فرد استفاده میکنه، یا برای یکی از اعضای خانواده‌اش استفاده میکنه، یا اینکه اصلا ما یه ریزرو یا یه سرم یا یه فینیتی ارزش 60 امتیاز این فرد میفروشه در واقع، به افراد دور و برش پیشنهاد میده و یه محصول 60 امتیازی میفروشه، این واقعا به نظر مینیمومیه که ما تو این سیستم میتونیم فعالیت داشته باشیم. بنابراین واقعا اینکه این فرد یک نفر این کارم بکنه چیز خاصی نیست، ولی میدونیم که زمان بر هست این فرهنگ رو توی تیم ایجاد کنیم با توجه به اینکه این کارو تا الان نکردیم. بنابراین افرادی که تو این جلسه هستن یک گوشه ذهنی به این طیف داشته باشن که این طیف از کجا شروع میشه، از اینجایی که شاید ما شروع کردیم یه روزی توی مجموعه و گفتیم که آقا کسایی که نمیتونن نکنن، اذیت نکنید خودتون رو مثلا، تا اینکه برسونیم به جایی که آقا زمانی که این کار رو شروع میکنیم ذهنیت ما اینه که من ماهی 60 امتیاز یا برای سلامتی خودم یکی از اعضای خانواده‌ام مثلا یه ریزرو رو شما یک ماه استفاده میکنید دیگه. یا برای در واقع این اونان که من ماهی یه ریزرو در این حد فعال باشم که ماهی یه دونه ریزرو مثلا بفروشم. خب من اگه با 20 نفر توی فامیلا، دوستا، آشنایا، خانواده صحبت بکنم و ریزروام بشناسم و رابطه با خوبیایی که داره بتونم صحبت بکنم، چطور میشه توی یک ماه یه دونه ریزرو نتونم بفروشم؟ بنابراین این میتونه خیلی مینیمم خوبی باشه برای شروع یک کار تیمی. بنابراین تک تک افرادی که توی این جلسه هستیم، توی تیمی که داریم کار میکنیم، دوستان میتونن این رو به عنوان یک فرهنگ تیم انتخاب بکنن. هر کسی زمانی که پکش انتخاب میکنه خودش میتونه روی اسمارت دلیوری ست بکنه و این فرهنگ خوبیه، جایی که همه چیز به شکل متعادل و شفاف بازگو بشه و همه بدونن. خب توی قسمت اسمارت دلیوری ما میایم قول میدیم به شرکت که آقا ما میخوایم خرید بکنیم، اگرچه شما میتونید معابد نگیرید، یعنی اینجوری هم نیست که شما حتما مجبورید که بگیرید، حالا توضیح خواهم داد، ولی اینکه درک بکنیم اسمارت دلیوری یعنی چی خیلی مهمه. پس همون خرید ماهیانه است، فرقی هم نداره از قیمت و اینا، ولی تو این سیستم اسمارت دلیوری شرکت میگه آقا من مثلا میگم 1000 نفر روی اسمارت دلیوری دارم، این 1000 نفر جدی ان، 1000 نفر هر ماه قراره بخرن، مشتریای وفادار منن، برنامه دارم و ارزش قائل برای این، ارزش قائل هست برای این فرهنگی که ایجاد بشه. چه جوری ارزش قائله؟ خب الان یکی از اونها توی بحث فاوندرها هست، کسانی که فاوندر هستن و توی استخر 2% هستن، اگه 5 نفر رو دایرکت مستقیم، 5 نفر رو مستقیما روی اسمارت دلیوری داشته باشن، تو استخر فاوندری ان 2% شرکت رو میگیرن. یه پک فاوندر خریدن این افراد، فاوندر شدند، حالا برای اینکه کسب درآمد داشته باشن 5 نفر روی اسمارت دلیوری داشته باشن. حالا میتونه این 5 نفر 5 تا ورودی باشه، میتونه 5 تا مشتری باشه. در حال مشتری که اومده یه اکانت زده نمیخواد کار بکنه، نتورکر نیست، شبکه هم نمیسازه، این یه دونه جایگاهی هم که زده تکون نمیخواد، همون یه دونه است، ولی به عنوان یک مشتری میخواد از محصولات استفاده بکنه. خب این فرد ماهی 60 امتیاز رو میتونه روی اسمارت دلیوری سفارش رو بذاره و بدین ترتیب شما 5 نفر رو اگه روی اسمارت دلیوری داشته باشید، هر 3 ماه یک بار توی 2% از فروش جهانی شرکتتون 3 ماه گذشته سهمیت.
و این مسئله خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. ببینید چه پورسانتی رو و چه بهایی رو شرکت بابت ایجاد این فرهنگ داره میده. شما حساب کنید پارسال 1.5 میلیارد دلار فروش داشته شرکت جنس، خدمتتون عرض کنم 2% رو حساب کنید میشه 30 میلیون دلار. 30 میلیون دلار داره هزینه میکنه، اون 2% رو پخش میکنه بین فاوندرها، تا اینکه افراد به جای اینکه از گزینه شاپ خرید بکنن، از این گزینه خرید بکنن، از این گزینه خرید. حالا یه دم ورودی میگیرن، ولی خب میدونید اون حجمی که داره خرید میشه قطعا خیلی بیشتر. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که بدونید اسمارت دلیوری بیشتر از اینکه یک کار جدید باشه یا یک نمیدونم یک اتفاق خیلی متفاوت از کارهایی که تا امروز کردیم باشه، یک فرهنگ جدید و هیچ فرقی با خریدی که تا الان می‌کنیم نداره. اما اسمارت دلیوری شما دو جور میتونید انجام بدید. این دو جور از این قراره که یا مانثلی اسمارت دلیوری، یعنی ماهیانه در واقع میتونید این کارو بکنید، ماهیانه در واقع اسمارت دلیوریتون رو رد میکنید، یا پریپید اسمارت دلیوری که یعنی پیش پرداخت میکنید. دوستان یکی از مسائلی که وجود داره اینه که زمانی که شما میاد به شرکت میگید که آقا من میخوام، حالا من ماهیانه رو توضیح میدم، من میخوام ماهیانه خودم رو اسمارت دلیوری کنم، یعنی اکانتم روی اسمارت دلیوری باشه، و این یعنی که من ماهیانه خرید اتوماتیک از شما دارم به اندازه 60 امتیاز. دوستان این قسمتی که شما میبینید، اولا نکته ای که وجود داره، البته خب یه سری فرقای هست زمانی که شما اسمارت دلیوری میشید و خرید انجام میدید. روی اسمارت دلیوری دوستان حتما شما فقط از اون کشوری میتونید خرید بکنید که توش رجیستر هستید. بنابراین ماهایی که همه اکثرا توی امارات رجیستر هستیم نمیتونیم از ترکیه اسمارت دلیوری بشیم. همونطور که دیدید من زدم روی اسمارت دلیوری، گزینه انتخاب کردم و اینجا محصولات رو من نشون میده. و این محصولاتی که نشون میده دیگه شاپ و اینا انتخاب نمیکنیم. مستقیما منو به شکل پیش‌فرض توی شاپ امارات وارد میکنه، یا اونجایی که در واقع من رجیستر هستم. اگه دقت کنید اینجا محصولات هست، پروداکت ها هست، بعضاً یه سری پکیج هایی هم هست. مثلا شما اینجا میتونید یه سری پکیج ها رو ببینید، یه پکیج اینجا هست. حالا تو کشورهای مختلف این منو فرق می‌کنه. ولی اگه دقت کنید محصولاتی که توی امارات وجود داره اینجا همه لیست شده. خب شما اینجا یه کوانتیتی داره که 1-2 هر چقدر که عدد بخواید میتونید انتخاب بکنید، به تعدادی که در ماه میخواید، و اینجا قیمتش هست که قیمت ها دوستان قیمت بک آفیسه. یکی از دوستان گفت این قیمت ها شاید قیمتش فرق بکنه با بک آفیس. نه، همون قیمت هایی که تو بک آفیس در واقع ما خودمون میگیریم، پس از قیمتیش فرق با خریداری که نداره. شما میاد اول یه محصول انتخاب میکنید، به فرض مثال محصول منتخب در واقع همه دنیا، محصولی که تا حالا بیشتر از 1 میلیارد عدد ازش فروخته شده، تقریبا از هر 6 7 نفری که روی کره زمین وجود داره میشه گفت معدل یه دونه یه نفرشون ریزرو دیده. حالا به این تعبیر شما یه دونه اینجا انتخاب میکنید، اد میکنید. زمانی که اد کردید اینجا گزینه شیپینگ متد هست، میگید که دو تا گزینه‌ش اینه که یکی اینکه به آدرس من شیپ کنه، یکی اینکه نه من خودم میام میگیرم. ما میدونیم خریدای امارات ما همه رو خودمون میگیریم، پس اینم میزنیم خودم پیکاپ میکنم. اینجا گزینه پیکاپ رو میتونید ببینید. نکته خیلی مهمی که اینو تیک بزنید، این تیک خیلی مهمه. پس 1 محصولتون انتخاب میکنید و دقت کنید اینجا زده my smart delivery products، یعنی smart delivery من، که اینجا زده هیچ smart delivery شما ندارید الان هنوز. خب آدرسمون مهمه دیگه، شما اگه محصول انتخاب کنید اینو تیک میزنید، تیک نزنید نمیره محل بعد. و روی قسمتی که اینجا وجود داره اون گزینه‌ای که محصولی که میخواید مثلا یه دونه ریزرو اد میکنید. خب نگاه کنید، پس مهمترین نکتهمون باکسی بود که تیک زدم. اول تیکو میزنید و بعد محصولتون انتخاب میکنید. اینجا اضافه میشه یه دونه ریزرو 60 امتیاز، 1 عدد، قیمتش 95 دلار، سی وی 60 امتیاز.
هر زمانی هم که بخواید، حالا آدرس هم اینجا دقت کنید که حتما گزینه درست انتخاب بکنید، هر زمانی هم که بخواید اینجا ریموو میکنید. خیلی ساده این حذف میشه، یعنی شما همین الان میتونید اسمارت دلیوری خودتون رو بکنید، همین الان میتونید ازش در بیارید، یعنی چیز خاصی هم وجود نداره که فکر کنید آیا چه اتفاق میفته. من یک بار دیگه این رو اد میکنم. شما الان روی اسمارت دلیوری هستید، اینم میزنیم و تمام. اگه برید اینجا میبینید که همه چیز آپدیت، یه دونه ریزرو روی اسمارت دلیوری دارید و نحوه شیپش هم پیکاپ هست. تمام، شما دیگه نگران چی نیستید. اما نکته بعدی نوع پرداختشه. شما وقتی که اینو در واقع میگیرید، اسمارت دلیوری رو تعیین میکنید، تو این قسمت شما باید بگید که چجوری میخواید پرداخت بکنید هر ماه. یکی از راههای خیلی خوب و ساده اینه که بگید از والتم برداشت کن. خیلی ساده از والتم برداشت کن. که در واقع اینجا رو اگه ببینید use wallet funds first اینجا هست، که شما کافیه فقط use wallet funds first و این اگه save بکنیم که اینجا میتونید ببینید که use wallet funds first true و این از والت شما استفاده میکنه. کافیه که فقط شما توی حسابتون به این میزان توکن داشته باشید. حالا این کلیاتش بود. شما البته میتونید مقدارشو با خدمتتون عرض کنم که والت مقدارشو با کارت بدید، دوستانی که اگه کارت داشته باشن، دوستانی که خارج کشور هستن و کارت دارن، یا حالا یه مقداری جزئیات بیشتر که با جزئیات بیشتر نمیخوایم الکی ذهنتون رو مشغول بکنیم، ولی نکته‌ای که فقط مهمه اینه که شما روی والتتون ست میکنید در واقع جنس هر ماه یک محصول 60 امتیازی که خودتون انتخاب میکنید و برای شما در واقع در نظر میگیره، شما دارید میگیرید اینو و میگید که پولشم از والتم بردار. حالا والتتون اگه توش در واقع به اندازه‌ای که نیاز هست توکن باشه، از توکنش برمیداره و شما اکتیو میشید. اگرم نباشه که یا از کارت باید استفاده کنیم، حالا به شکل پارشال یا قسمتش والت یا قسمتشون، یا اینکه کلن یک کریدیت کارت توی حساب باشه. اسمارت دلیوری از نوع ماهیانش همین، یعنی نکته دیگه اینجا وجود نداره. اما میریم که من اینو ریموو میکنم، همه چیز برگشت به حالت قبل، هیچ چیز خاصی نداره. ولی نکته ای که مهمه اینی که همین کاری که الان من کردم، زمانی که شما میخواید در واقع تریپل دایموند بشید، شما به 10,000 نفر از افراد تیمتون که این کارو کردن نیاز دارید. شما فرق بین دابل دایموند و تریپل دایموند، اوکی یه سری فرق از مجموعه ای هست، ولی اون چیزی که خیلی مهمه این نوع فرهنگه، فرهنگ اسمارت دلیوری. که خب ما اگه از الان شروع بکنیم دو تا مزیت داریم. یکی این که البته بیشتر از دو تا، یکی این که بحث فاوندرها اوکی میشه، فاوندرها میتونن کسایی که فاوندر میشن حالا. دو این که این 60 امتیازا اتوماتیک وار توی تیم هر ماه هست و این خیلی مهمه. یه زمانی که مجموعتون 1,000 نفره، 1,000 تا 60 امتیاز، 1,000 نفر روی اسمارت دلیوری اگه باشن، یعنی شما انگار که مشتری ثابت وجود داره. اما یه نکته مهم دیگه هم وجود داره، اونم اینه که زمانی که شما روی اسمارت دلیوری هستید، این نکته خیلی مهمه، اون امتیازی که شما میاد میخرید، این گزینه که اینجا نوشته، ببینید Weak Team Points Additional PV، شما زمانی که در واقع میاد و روی اسمارت دلیوری هستید، اون میزان CV که به عنوان خرید ماهیانه میاد سفارش میدید، هر میزان که از اون 60 CV بیشتر باشه Any Additional PV، یعنی هر میزان بیشتر از اون در واقع میزان 60 امتیاز میاد روی دست ضعیفتون. یعنی زمانی که شما روی اسمارت دلیوری هستید، بالای 60 امتیاز که توی اکانتتون خرید بشه، اونا رو اوتوماتیک وار توی دست ضعیفتون میزنه، نه توی اکانت خودتون. و این نکته هست که در واقع خیلی خیلی مهم هست. یکی از مزیت‌های اسمارت دلیوری در واقع اینه که
میاد و خریدهای بیشتر از 60 امتیاز توی اکانتتون رو توی دست ضعیفتون حساب میکنه، شما میتونید سایکل هم بزنید با خریدی که توی اکانت خودتون داشتید. و این چیزی است که پارسال در واقع اینو اضافه کردن شرکت جنس و این سیاست جدیدشون بود، هم اسم اوتوشیپ رو عوض کردن اسمارت دلیوری، هم این قانون رو گذاشتن که به نفع افراد است. خب ما تو این گزینه تا اینجا تونستیم براتون اسمارت دلیوری رو اصلا فرهنگش رو و یکی از روش‌های اسمارت دلیوری که نرمال ماهیانه بود رو توضیح بدیم. دوستان تو این روش چالش‌هایی که شاید افراد داشته باشن به حال اینکه تو اکانتشون والتشون پول داشته باشن نداشته باشن یا اصلا کارت نیاز داشته باشن، اینا همه یکی از چالش‌هاشه. اما بریم تو قسمت دومی که این چالش رو حل می‌کنه. قسمتی که شما پیش خرید می‌کنید. من این گزینه رو می‌زنم. ببینید شما زمانی که پیش خرید می‌کنید دوستان اجازه بدید که نجابم. خب این جدول برای شما نشون داده میشه. شما تو این جدول میتونید انتخاب کنید چه محصولتون میخواد. اصلا فرض کنیم که یه سری محصول میخواد شما. میاد محصولتون رو تو این قسمت میخرید. یعنی هیچ فرقی با خرید توی جایگاهتون نداره. ولی این قسمت میتونید پیش خرید اسمارت دلیوری کنید. مثلا من میام محصول برایتنر 3 تا دونه انتخاب میکنم یا 2 تا دونه انتخاب میکنم. این پایین رو داشته باشید چه اتفاقی میفته. من 2 زدم اینجا. وقتی 2 رو میزنم میشه 120 امتیاز. 120 امتیاز درسته چون یه دونه برایتنر 60 امتیاز. اینجا نوشته که number of prepaid month، یعنی تعداد ماهایی که دیگه اوتوشیپتون از همه الان رد شده پیش شما براش پرداخت کردید 2 ماه. شما 2 ماه رو در واقع پیش پرداخت میکنید و این یعنی چی؟ شما انگار که محصول رو میرید اونجا میخرید دیگه، ولی اگه دقت کنید انگار که توی مثلا شاپتون خریدید، ولی صرفا با این کار رو انجام دادن اسمارت دلیوریتون اوکی میشه و این در واقع خیلی خیلی مهم هست که به این شکل میشه ازش استفاده کرد. شما نکته که اینجا وجود داره قبلا این 3 ماه مینیمم بود، یعنی هر فردی باید حتما 3 ماه رو خرید میکرد به اندازه 3 ماه، یعنی 180 امتیاز باید خرید میکرد، ولی خب اینجا الان به اندازه 1 ماه توش تازه پکیج هم داره، یعنی اگه بخواید پک بگیرید این یه دونه پک وجود داره. بنابراین یه زمانی شما میاد توی مثلا شاپ ترکیه و یه سری پکیج‌های خیلی خوب آفری میگیرید و با اون خودتون در واقع اکتیو میکنید. خب اون امکان رو اینجا ندارید، ولی در واقع شما میتونید با خرید محصولات امتیازش همینجوری حساب میشه و به این شکل شما میتونید خودتون رو همینجا میتونید حتی پرچسو بزنید پرداخت کنید تمومش بره. حالا اگه والد داشتید یا اگه توکن داشتید با توکنتون پرداخت میکنید، اگه نه دقیقا مثل همه خریدهایی که توی تیم انجام میشه میتونید اینجوری سفارش بدید، به تیم سفارش بدید بالا سرتون که آقا واسه من برو اسمارت دلیوری کن این پک رو مثلا یا این محصول رو 3 تا از این محصول به مدت 2 ماه 3 ماه هر جوری که فکر میکنید برای من خرید کن. اینجوری میتونید خودتون رو اسمارت دلیوری نگه دارید. زمانی که به این شکل خودتون رو اسمارت دلیوری نگه میدارید هر خرید بیشتری که توی اکانتتون بشه طبیعتا میره توی لگ ضعیفتون. و اینجا چند تا فرهنگ خوب به وجود میاد، اینکه افراد توی اکانت خودشون خرید میزنن و این خودش مهمه، چون زمانی که توی استخر فاندر هستید یکی از اون چیزهایی که درآمدتون رو توی استخر فاندر حتی بالا میبره اون میزان خریدهایی است که تو اکانت ها شده. حالا اونم وارد ریزش نمیشیم به خاطر اینکه زیاد پیچیده نشه، ولی کلن این سیستم اسمارت دلیوری یک فرهنگ بسیار بسیار خوب سیستماتیک هست و ما باید اینو استارتشو بزنیم که حتی استارتش هم خورده الان توی تیم. پس گزینه اسمارت دلیوری از نوع پریپید یا پیش پرداخت خیلی ساده افراد میتونن استفاده بکنن و خودشونو به هر تعداد ماهی که میخوان اکتیو نگه دارن. نکته ای که اینجا هست اینه که افرادی مثل حالا افرادی که اکانتای مثلا بالا دارن اینها میان 1 سال خودشونو اوتوشیپ رد میکنن. میان اینجا طرف مثلا میگم حالا فرض میکنیم که 2 تا برایتنر حالا چند تا شامپو مثلا 5 شامپو به اندازه چیزایی که در 1 سال نیاز داره، مثلا چاکلت دریم 10 تا از این واو 110 تا زدن. خب مثلا این محصولی که من انتخاب کردم الان شده 500 سی وی. یه سری محصول انتخاب میکنن و اینم که 4
مثلا میشه برای 20 ماه مثلا. حالا اونا 12 ماه انتخاب میکنن و خریدشون انجام میدن، دیگه تا 12 ماه نگران این که در واقع اکانتشون یو نپره فلان فیسال حواسشون نباشه، خصوصا اونایی که زیاد تو سفرن یا هر چیزی، دیگه نگران اون نیستن. این در واقع در رابطه با گزینه اسمارت دلیوری بود که من فکر میکنم گزینه‌ای که خیلی برای افراد خوب باشه اینی که بیاییم و این فرهنگ رو آغاز بکنیم که مثلا میگم کسانی که اکانتشون فعال هست همیشه بیان سه ماه به سه ماه مثلا اسمارت دلیوری کنن، یعنی سه ماه به سه ماه پیش خرید کنن، فصل بعد رو این ماه بزنن. مثلا الان ما آخرین ماه فصل، این فصل هستیم، ژانویه که شروع میشه جزء سه ماهه اول فاوندر حساب میشه. کسانی که فاوندر هستن الان و میخوان 5 نفر به اسمارت دلیوری داشته باشن، بهترین حرکت اینه، این ماه هیچی، از ماه بعد که ژانویه میشه این افراد اگه باید روی اتوشیپ باشن افرادشون 5 نفر، بنابراین این ماه بیان و برنامه‌ریزی بکنن و خیلی ساده 5 نفر توی بچهای دایرکتشون بگن آقا شما بیا پیش پرداخت کن، بیا سه ماهو همین الان اکتیو کن. اگه این کارمو اول انجام بدیم یعنی چی؟ یعنی خیالمون راحت، سه ماه که گذشت ما توی 2% هر عددی که نیاز باشه شرکت به ما سهممون باشه، شرکت به ما بده. و اینجوری هیچ نگران در واقع اسمارت دلیوری و اون مسائلش هم نیستیم. بنابراین میتونیم بر این مبنا، بر مبنای اطلاعاتی که امشب داریم شیر میکنیم با شما، استراتژی بچینیم و یه سری برنامه‌های جدید ست بکنیم. خب دوستان، راجع به اسمارت دلیوری نکته دیگه نیست، من در واقع اینو توضیحشو بستم. بریم سراغ ایونت. دوستان، شرکت جنس معروفه به این که ایونت های خیلی خیلی زیادی داره و بیشتر از تعداد روزهای سال ایونت داره. بعضی روزها چند تا ایونت تو چند جای دنیا داره برگزار میشه و منظور ما از این ایونت ها، ایونت های کوچیک نیست، ایونت های بزرگ، ایونت های رسمی جنس هست. چون اگه بخوایم ایونت های مثلا گروه ها رو مثل یونیتی گلوبال، مثل تیم های دیگر هم اضافه بکنیم، این دیگه عددش اصلا عدد خیلی 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 بالایی میشه، شاید نمیدونم خیلی زیاد میشه. اما دقت بکنید، مثلا این ماه، ماه دسامبر 2019، ماه پایانی سال، ایونت هایی که تا الان روی سایت هست اینا هست که شما میتونید ببینید. مثلا میگم هفتم شما یه دونه توی کیف، این حالت یونیورسیتی جنس هست که منظورش پرزنت هست. بعدی یک ایونت دیگه هست که احتمالا توی چین هست یا حالا ژاپن هست یا کره هست، آلماتی قزاقستان هستین و این یوکی یا همون انگلیس هست توی لندن. دوستان ببینید، روی هفتم شما همه این موارد رو دارید. من چجوری از این استفاده میکنم؟ من به شخصه اگه دوستی داشته باشم توی کشور خاص، خب ما به این راحتی نمیریم مثلا دوستامونو همه رو لیستاشونو بنویسیم، اگرچه این که از آموزش‌های اصلی نتورک هست و ما هر هفته داریم میگیم، ولی خب شاید نریم همه دوستامونو لیست کنیم و ببینیم هر کدوم تو کجان، کشورشون رو لیست کنیم، بعد بیایم اینجا بگردیم اون ایونت هایی که تو کشور برگزار میشه در بیاریم و این کار رو بکنیم. این کار معمولا نمی کنیم. کار راحتش به نظر من اینه که شما بیاید اینجا، این سفر رو باز بکنید، روی موبایلتون هم میتونید داشته باشید. خب هفته دسامبر شما توی کیف اوکراین یا تو کل کشور اوکراین آیا کسی رو دارم یا نه؟ میتونم کسی رو دعوت بکنم یا نه؟ آخرین دایموند جنس که با آقای تیلور با هم دایموند شدن، تیلور از یونیتی گلوبال، اون آقای رونالد از هنگری مجارستان، ایشون در واقع از تیم آقای الکس آرنولد هست و ایشون توی بحث شروع کارش میگه زمانی که من شروع کردم فقط و فقط یک ایونتی بود توی تالین استونیا. استونیا که از کشورهای بالتیک هست، هم مرز با لیتوانی و لاتویا و اینا. میگه اونجا من یه سری دوستامو دعوت کردم و تو اون جلسه 75% اون آدما وارد شدن و همه کار من از اونجا شروع شد. دوستان، ایونت ها خیلی مهمه. واقعا من دوست دارم تو این جلسه یک چیز جدید اضافه بشه به هممون و اون اینه که ایونت های جنس روش پلن بریزیم. شما همه ما دوستای تو جای جای دنیا داریم. زمانی که شاید بیایم به هم دیگه بگیم کسی رو گرجستان نداری؟ و من اینو بارها تست کردم.
وقتی بهش میگی کیسه گوجه سر نداری، میگه یکم فکر کنم یه چرا یکی از دوستام هست. خب بیام اون کشوری که اینجا هست رو نگاه کنیم، مثلا مالزی. شاید یکی از فامیلا، یکی از آشناها، یکی از دوستامون، یکی از همکلاسیامون الان توی مالزیه. این ایونت رو نگاه کنیم ببینیم چیه. ایونت ها دوستان خیلی مختلف نیستن، یه طبقه بندی داره. حتی طبقه بندی هم شما میتونید توی این قسمت یا قسمت کاتگوری انتخاب بکنید. ببینید میتینگ ها، ترینینگ ها، یونیورسیتی به معنای اینه که مثلا مثل پرزنت میمونن، جنس رو معرفی میکنن، اکسپو ها، خب اکسپو ها امسال همه تموم شد دیگه، اینو میدونید. لید، یه برنامه لید وجود داره، یه برنامه لید وجود داره. دیسکاور، 10 تا دیسکاور جنس ما داریم. و پروموتریپ، خب نداریم. تور، سیستم آپدیت مهم نیست. شما میتونید از اینجا حتی ببینید چه جور برنامه، یعنی برنامه خیلی مختلف نیستن. ما با چیا کار داریم؟ با میتینگ ها، با ترنینگ ها، با یونیورسیتی ها، با دیسکاور ها. اینا هر کدوم باشن خوبن. یعنی چی؟ یعنی اکثر این چیزایی که اینجا میبینیم به درد ما میخورن. میتونیم، یعنی اون موقعیت خوبه برای اینکه دعوت کنیم. حالا نسبت به کشوری که اینجا میبینید، مثلا اسرائیل، تقریبا همه ما شاید آشنایی نداریم تو اسرائیل، شوخی کردم. کشورهای دیگه، مثلا کشورهایی که نزدیک ما هستن، امارات یا ترکیه مثلا، اروپا، کشور اروپایی تقریبا همه دوستان یا آشنا یا فامیل یا دوست دارم، میتونن از این گزینه انتخاب بکنن. یک برنامه مثلا استارگالا توی توکیو، این توی توکیو بود، ژاپن. خب شما، اینم لید هست که توی نورث امریکا، توی آمریکای شمالی. شما توی امریکا، خب خیلی از ایرانی ها، یک جامعه بزرگ از ایرانی توی امریکا زندگی میکنه، میتونید از این استفاده بکنید دوستان، و اینها خیلی مهم هستن. خب ماها رو میتونید با این قسمت مثلا ژانویه از الان ببینید چه چیزایی فعلا ست شده و اینها رو برید و در بیاد و روش کار بکنید. بنابراین این رو اگه تو برنامه اون بیاریم، قدم بعدی اینه. شما یه سری دوستایی خواهید داشت که دنبال اینید که مثلا تو کشور مثلا ایتالیا برنامه اینجا نیست. اونو خیلی ساده میتونید از طریق بچه بالا سری، حالا خود شخص من میتونم، چون من دسترسی به برنامه ایتالیا و آلمان کامل الان دارم از طریق دینین، و میتونیم این برنامه رو بپرسیم و به شما اطلاع بدیم. میگه آقا من الان هر هفته یک وبینار آموزشی، وبینار معرفی جنس توی ایتالیا و یه دونه توی آلمان هست، و شما میتونید هر کسی رو توی آلمان دارید که زبان آلمانی بلده، حالا نه فقط آلمان، سوئیس آلمانی هستن صحبت میکنن، در واقع اتریش آلمانی صحبت میکنن، شما میتونید همه اینا رو دعوت کنید به این جلسه. و برای در واقع ایتالیایی هم به همین شکل، ایتالیایی هم تیم خانم استفانیا هستن، اینا هر هفته معرفی جنس دارن مثل ما که هر هفته دوشنبه معرفی جنس داریم. برای خود شخص من، دوست برزیلی داشتم و وقتی که این برنامه رو گرفتم دوستم رو دعوت کردم توی یکی از این جلسات که دینین بود و خانم آنلیشیا، خانم آنلیشیا دایرکت آقای تیلور هستن، و تو همون جلسه اوکی شدن و ایشون خیرشون زد. و وقتی دیدم چجوری میشه از اون استفاده کرد، چقدر راحت میشه استفاده کرد، به این فکر افتادم که چه خوب که اینو اصلا فرهنگ شد توی ایجاد بکنیم. بنابراین خصوصا دوستانی که امکاناتی دارن خارج از ایران، منظورم از امکان لیست دارن، استفاده بکنن، چون قطعا یو سرتون رو بلند میکنید میبینید اون فرد وارد جنس شده و این اتفاق بسیار 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 قابل پیشبینی هست. برای شخص خود من اتفاق افتاده. یکی از برنامه هاتون این باشه که بدونید توی دنیا جنس کجا چه خبره. این لب کلام بود. قدم بعد از اون، اگه اینجا چیزی کم بود یا بعضی از کشورها اینجا نبود یا شما دنبال مسئله خاصی بودید، اون موقع میتونید از طریق تیم پیگیری بکنید و دسترسی به ایونت های یونیتی گلوبال داریم، از اونا استفاده میکنیم. اون موقع هست که دیگه تو این کشورها مثل فرانسه، مثلا فرانسه دو روز پیش برنامه خیلی بزرگی داشتن، میتونستیم دعوت بکنیم. اون موقع هست که دیگه شما، من فکر میکنم مثل پتانسیل خیلی خوبی توی تیم آزاد میشه. خدمتتون عرض کنم که راجع به کلندر و ایونت من دیگه صحبتی ندارم. خواهشی که ازتون دارم، قصدشو باز بکنید، از لیدرهایی که توی تیم یونیتی گلوبال هستن توی اینستاگرام فالوشون بکنید، اینها برنامه ها دارن اونجا، اگه دوستانی دارید تو این کشورها تگشون کنید بفرستید. خلاصه خیلی ساده میتونید در کسری از
تو چند ثانیه در واقع یکی از دوستاتون رو تو یکی از این جلسات دعوت بکنید و بعد از اون خیلی اتفاقا ممکنه بیفته. دوستان قسمت چت آنلاین رو با هم بریم. تو قسمت ساپورت، این قسمت بالا، اگه این قسمت رو شما بزنید، قسمت تیکتینگ شرکت میاد و این قسمت بسیار بسیار حرفه‌ای طراحی شده و خیلی خوب میتونید ازش استفاده بکنید. دوستان این بالا لایو چت رو میبینید که زده اکتیو، اگه بزنید ببینید چی میشه. یه صفحه میاد، این صفحه شما رو راهنمایی میکنه به این که اول برید موضوعتون رو انتخاب بکنید و بعد وقتی موضوعتون انتخاب شد صفحه نهایی که اومد اونجا موضوعتون رو موضوع سوالتون و صحبتتون رو بنویسید و این قسمت چت آنلاین رو بزنید که مستقیم وارد چت بشید، یا میتونید تیکت ایجاد بکنید، یعنی فقط یه ایمیل بزنید. اگه میتونید باشون چت بکنید میتونید از چت استفاده بکنید، اگه نه چت حاضر نیستن یا شما نمیخواید چت بکنید دکمه سابمیت رو بزنید و خیلی ساده میتونید با شرکت نامه‌نگاری کنید و کمک ازش بخواید بابت هر چیز. خب زمانی که میخوام به عنوان مثال من پسورد والتم گم شده، پسورد والتم رو میخوام، خب میام نگاه میکنم روی موضوعات ببینم کدومش مربوط هست. ببینید شما My account شامل profile, reports, rank and status, genealogy, points, wallet. پس مربوط به والت من باید اینو بزنم. حالا گزینه بعدی هم یه نگاهی بکنیم. Procurement, order، راجب order ها، محصولات، shipping، اینا اینجا باید بینید. راجب promotion های، مثلا شما این زیاد پیش اومده، راجب promotion ها سوال دارید یا promotion فکر میکنید یه پولی رو باید برنده میشدید، بونس رو باید برنده میشدید، شرکت نداده یا حالا هر چیزی promotion. legal compliance خب یه مداری FAO پیشرفته از زیاد چیز نیست. events اگه راجبه event ها سوالی دارید، صحبتی دارید، حتی این گزینه اینجا وجود داره. راجبه tools میتونید اینجا راجبه J-Mobile, CRM یا حالا چیزایی که وجود داره. خود این یک گزینه خیلی خیلی مهم هست که امیدوارم توی یه جلسه کامل بتونیم این رو بازگو بکنیم، راجبه صحبت بکنیم که از امکانات بزرگ جنس هست که در واقع با شرکت‌های دیگه متفاوتش کرده. My account رو میزنم، باز هم یه گزینه دیگه اینجا باز میشه همونجوری که میبینید. خب راجب کمیشن جینیالوجی، اگه تو جینیالوجی اشتباهی پیش اومده خب این گزینه رو باید بزنید، ولی به فرض مثال من رو والت هم مسئله دارم، والت رو میزنم. اگه دقت کنید نوشته یوزرنیم و پسورد، منم یوزرنیم پسوردم رو میخوام، یا یه سوال دیگه ای دارم، یا میخوام والتم رو ریسیت کنم، یا کاری میخوام بکنم، یوزرنیم و پسورد رو میزنم. اگه دقت کنید الان چت آنلاین نیستم، بنابراین شما الان نمیتونید چت بکنید، ولی میتونید اینجا مثلا بنویسید my password، مثلا I have lost my password مثلا، میگم حالا زیاد چیز نیست. اینو راجع به این میتونید بعدا با بچه های تیمتون سوال بکنید و اطلاعات بگید. و اینجا اگه سابمیت رو بزنم، در واقع این سابمیت میشه، اگه این چت اکتیو باشه بزنم یک خونه چت اینجا باز میشه و من میتونم با شرکت چت بکنم. و به همین سادگی شما میتونید از گزینه چت استفاده بکنید و بیشتر از اینم اطلاعاتی نمیخواد. دوستان ما اینا رو وقتی میگیم میطلبه که شما برید و خودتون بعد از این جلسه چک بکنید و یکم بالا پایینش بکنید و اگه سوالی هم براتون پیش اومد اون میتونید بپرسید. اما گزینه در واقع ریپورت های گزینه در واقع منو مای بیزینس، اون ریپورت ها در واقع دیستریبیوتور ریپورتس که این گزینه رو امروز انتخاب کردیم بیشتر روش صحبت بکنیم. دوستان شما تو این قسمت میبینید که ریپورت های مختلفی وجود داره و این ریپورت ها هر کدوم در واقع یک گزارشی رو به شما میدن. این یکی از قوی ترین و در واقع غنی ترین قسمت هایی هست که میتونید اطلاعات بازیابی بکنید از کارتون، از تیمتون، که خب یکی از اون گزینه مثلا همین founders pool report هست. کسانی که توی founder هستن در واقع اگه میخوان اون سه ماهشون رو ببینن که تو سه ماه گذشته چند نفر روی smart delivery داشتن، خب میان تو اینجا این اکانتی چی نداشته. مثلا خدمتتون عرض کنم که تعداد سایکل ها رو مثلا میخواید ببینید که چند تا سایکل مثلا وجود داشته، میتونید بیاید اینجا مثلا number of cycles، مثلا تو هر ماه چند تا سایکل بوده، میتونید اینجا قشنگ ببینید که این شخص مثلا حالا خودتون چقدر سایکل زدید. یا
خدمتتون عرض کنم که داونلاین ریپورت رو مثلا میتونید گزارشی از زیر مجموعاتون مثلا داشته باشید اینجا. حالا اطلاعاتی که اینجا مینویسه میتونید کشور انتخاب بکنید و خدمتتون عرض بکنم که فرمت انتخاب بکنید یا حالا بر حسب کشور که مثلا تو چه کشورهایی زیر مجموعه دارید، مثلا آرمنی، استرالیا، آذربایجان، برزیل، سویدن، ترکی، تمام کشورهایی که توش مثلا خرید شده و چه تعدادی خرید شده، همه اینا رو میتونید اینجا نسبت مجموعه داشته باشید. یا تعداد افرادی که توی مجموعهتون خرید دادن تا الان چند نفر هستن میتونید اینا رو داشته باشید. گزینه بعدی حالا میطلبه که خودتون برید و روی اینها کار بکنید. قطعا زمانی که تک تک اینا رو بخوایم بررسی بکنیم نیست، ولی من مهماشو دارم بهتون میگم، ولی همه در واقع توی فضا هستن. میتونید اینجا داونلاین سلز والیوم بای کانتری، یعنی میزان حجم خریدی که تو هر کشور بوده رو چک بکنید، که طبیعتاً باید اینجا بهش زمان بدید. مثلا فرض میکنیم که از 1-9 من میخوام تا 4-12 تو هر دوتا لگ مثلا تو همه کشورها مثلا ریپورت داشته باشم. مثلا اینجا میتونید مثلا یکی یکی در بیارید که مثلا تو کشور ارمنستان مثلا 2618 دلار توتال سیزش بوده، توتال سیزش 960 سیوی بوده، سمت راست تو استرالیا انقدر بوده، توی گرجستان انقدر بوده، توی ترکیه انقدر بوده، امارات انقدر بوده. شما میتونید تک تک اینها رو چک بکنید که تو هر کشوری چقدر بوده، برای کسانی که نیاز دارن یه سری اطلاعات و حالا به دردشون میخوره یا براشون مهمه. که طبیعتا زمانهایی که مجموعه بزرگی دارید و مجموعتون اینترنشنال شده میخواید بدونید که، و دیگه اطلاعات زیادی هم مثلا از تک تک کشور ندارید، میتونید مثلا با این منوها ببینید که کدوم کشور حجم خریدش خوبه، چیکار کردن این ماه فلان اینا. خب خدمتتون عرض کنم که مورد بعدی Enroller 3 Smart Delivery Report هست، که در واقع با این گزینه میتونید تعداد افرادی که به Smart Delivery هستن رو در واقع چک بکنید، که حالا این هم مهمه که بعد از اینکه این فرهنگ رو شروع بکنیم این اعداد رو ببینیم، چون الان اعداد همه صفر هستن، چون این فرهنگ رو هنوز توی تیم ما نداشتیم و الان داریم شروع میکنیم Smart Delivery رو، ولی میبینید که مهم هست تا اونجا که یک ریپورت براش ایجاد شده. خدمتتون عرض کنم که باز همین گزینه مال اسمارت دلیوری هست ولی برس ماه هست. یکی از گزینه‌های خیلی مهم دوستان اینه سیلز والیوم با انرولر تری، و این در واقع بدون اسپیل اوور خرید، میزان حجم خرید بر حسب حال هر کشور رو شما میتونید اینجا داشته باشید و کشور رو انتخاب میکنید اینجا، و باز هم اینجا میتونید مثلا بیایید تاریخ رو بزنید از فلان تاریخ تا این تاریخ، و دیتیل هم مثلا میتونید بگید دیتیلش هم میخوام و ویو ریپورت بزنید. خب استارت دیتش رو مثلا بذاریم، این هم میزنیم تاریخ امروز. ببینید شما میتونید خریدهایی که اسپیل اوور نیست و توی مجموعتون هست رو نسبت به حجمش، نسبت به کشورش مثلا در بیارید اینجا و بدونید که مثلا چقدر سی وی بوده، چقدر حالا هر چیزی که اونجا هست. خدمتتون عرض کنم که گزینه بعدی که اینجا توضیح بدیم، پس این یه گزینه خیلی مهمه که میتونید از این استفاده کنید. اسپیل اوور هم توش نیست، اینجا توی پرانتز زده اسپیل اوور توش نیست، بنابراین اگه تیمی تون تیم باشه اونو نشون نمیده. Product Price List هست که میتونید لیست قیمت اگه بخواید، ولی خب این کشوری هست که توش رجیستر هست، لیست قیمتش رو میتونید ببینید، ولی لیست قیمت هم ریتیل پرایس هست، هم قیمت برای مشتری ترجیحی هست، هم قیمت بک آفیس هست، همه چی رو اینجا نوشته. گزینه بعدی در واقع اینسنتیو تریپ هست. دوستان اینسنتیو تریپ ها مال همه افراد هست، بنابراین من پیشنهاد میکنم همه دوستان برن و این قسمت رو یه چکی بکنن.
چون تو این قسمت شما میتونید شرایط مربوط به سفرهای تفریحی جنس رو ببینید. مثلا این سفر تفریحی مربوط به اروپا و خاورمیانه هست سال 2020 که توی کابو مکزیک هست اگه اشتباه نکنم، و شرایط رو اینجا براتون تو این جدول گذاشته، خیلی ساده هست و برای اینکه شما در واقع بتونید به این جایزه برسید چقدر امتیاز دارید، چجوری تا الان اتفاق افتاده، همه رو نوشته. این فکر کنم مال سفر قبلش. اینجا یه مینیمم ترابل پوینت هست، یه ماکسیمم ترابل پوینت. دیدید یه موقع تو پکیج ها دوستان توش ترابل پوینت تعریف کرده، میگه هر کی این پکیج رو بخره 10 ترابل پوینت بهش میدم یا 20 ترابل پوینت به اسپانسرش میدم. این ترابل پوینت ها همین پوینت هایی که اینجا میگه. اگه شما بین 400 تا 449 تا داشته باشید، برای یک نفر در واقع پکیج میده، بلیتش با خودتونه تو این قسمت. اگه 450 تا 499 باشه، در واقع یک نفر هست و $250 هم پول بهش میده. این وچر هایی که اینجا گذاشته در واقع به عنوان پول بلیت بهشون میده، ولی اکانتتون رو شارژ میکنه جنس. بین 500 تا 549 که باشه، $500 بهتون پول میده جدا از اینکه پکیج رو بهتون میده. و زمانی که 550 تا 599 ترابل پوینت شما دارید، اون زمان هست که این قضیه مال دو نفر هست. بعدی دو نفر و $500، بعدی دو نفر و $1000، و در نهایت اگه 700 امتیاز ترابل پوینت جمع بکنید تو بازه که میگه، معمولا بازه هم 5-6 ماه هست، 4-5 ماه هست، $2000 هم بهتون پول میده. حالا دقت کنید که این فردی که اینجاست اصلا شرط سایکلی براش نیست، برای افرادی هست که میتونن خوب ورودی بگیرن، خوب بفروشن. یعنی یه فرد تازه وارد این کار شده میتونه حتی به این درجه برسه. اینجا برای کسانی هست که بحث سایکل و اینا هم دارن، یعنی سایکل زدن هم تو کارشون، یعنی سازمان دارن در واقع که 50 تا ترابل پوینت ازشون میخواد، یعنی خیلی کمه این ترابل پوینت، ولی 175 تا سایکل میخواد مینیمم تا 274 تا توی بازه مثلا 5-6 ماهی که وقت میده. که مثلا اگه فردی 50 ترابل پوینت کسب بکنه و 175 تا سایکل بزنه، یک در واقع یه پکیج اون سفر به اضافه $250 میگیره از جنس. اگه 50 امتیاز جمع بکنه و 275 تا سایکل بزنه تو 5-6 ماه، اون موقع است که $500 به اضافه اون یک پکیج. به همین ترتیب شما میتونید بقیه جدول رو ببینید. تو این قسمت مال دایرکتورها هست، این قسمت مال اگزیکیوتیو ها هست، و منظور از اگزیکیوتیو، از اگزیکیوتیو جید، پرل، سفیر و سفایر الیت هست. همه اینا تو این گزینه میتونن شرکت کنن. اما در مورد دایرکتور، یعنی از روبی به بالا 50 امتیاز، حالا شرط های روبی بالا رو اصلا واردش نمیشیم چون اهمیتی نداره فعلا. این قسمت هم شما میتونید ببینید که مثلا چند تا سایکل زدید، چیکار کردید و اینها، یعنی گزارش کار خودتون هم پایین اون میتونید ببینید. دوستان مورد بعدی لید تو سکسس هست، پروموشنی که الان داخلش هستیم. توی این پروموشن دوستان شما یک جدول اینجا دارید که اون در واقع توضیح مربوط به این پروموشن هست که میگه اگه اگزیکیوتیو بشید و 450 امتیاز کسب بکنید، به شرطی که از هر، و میدونید که از هر لگتون بیشتر 150 هفته قبول نمی کنه، یعنی 3 تا لگ نیاز دارید شما حداقل، $100 بونس دارید. مورد بعدی اگه جید بشید و 3000 امتیاز جمع بکنید که از هر لگتون 1050 امتیاز ماکسیمم بیشتر قبول نمی کنه، $500 جایزه میگید. کسایی که موقعیت جید دارن میتونن کار بکنن روی جمع آوری این میزان امتیاز، و شاید یکی از روش های خیلی خوب برای جمع آوری امتیاز تو این ماه اینی که یه تیمی اگه دارید با هم بسیج بشید، یه حجم فروشی رو در روز، در هر چند روز یه بار مثلا 500 امتیاز بفروشید، یعنی بسیج بشید. اون موقع است که آخر ماه قطعا شما شایستگی اینی که یه $500 جنس بهتون بدره دارید، شاید تو تیمتون چند نفر $100 بگیرن. برای پرل 7000 امتیاز شما تو کل مجموعتون نیاز دارید که از هر لیگ بیشتر از 2650 امتیاز قبول نمی‌کنه و این $1000 جایزه داره. به همین ترتیب سفیر 25 و حالا به بالا. نکته که اینجا وجود داره اینه که شما اگر قبلا تو این پروموشن ها حداقل یعنی $6000 گرفته باشید، دفعه بعد اگه بیاد یه بار دیگه یه دونه از اینا رو برنده بشید، به عنوان مثال اگه این ماه شما تو این پروموشن سفیر اگزیکیتیو رو بزنید، 15000 امتیاز کسب بکنید و با این شرط 5250 تا $6000 بگیرید. برای سری بعدی که اینو میذاره، شما برای
مثلا میگم سفیر 25 میخواد شرکت بکنید، برای سفیر 25 شرکت میکنید، 25000 تا رو میزنید، 25 تا سایکلتون رو میزنید، باید 6500 دلار بگیرید. ولی چون 6000 دلار گرفتید، کسانی که 6000 دلار تو این پروموشن ها پول در بیارن، دفعه بعد که اگه برنده بشن بهشون 3250 تا بیشتر نمیده، نصف میده بهشون. بنابراین اگه شما 6000 دلار پولسان در بیارید تو این پروموشن ها، دفعه بعد اگه دوباره برنده بشید این کم میشه. اما اگه دقت کنید این سه لول اول یه همچین چیزی نداره، بنابراین شما میتونید هر چند بار که خواستید بگیرید. خب اینم از این. خب توی پروموشنی که الان هستیم این جدولش هست، امیدوارم که دیگه دوستان نسبت به این دنگ نخوام بزنن بگن که این پروموشن چجوریه، چون همه اطلاعات اینجا هست و روی یوتیوب هم اینو میذاریم، میتونن دوستان برن ببینن. خب لول ایکس در واقع مربوط به همین لید تو سکسس ولی سری پیشش هست. میلان اکسپو، این هم مال میلان بود که گذشت. ریس تو اکزیکیوتیو مال جریان اکزیکیوتیو بود که تعداد نفراتی که شما اکزیکیوتیو میساختید نسبت به هر اکزیکیوتیو 50 دلار 100 دلار شرکت جنس هدیه میداد، گزارشش اینجا هست که افرادی که تو این پروموشن شرکت کرده بودن میتونن برن اینجا ببینن و اگه جایزه برنده شدن یا بودن یکی از دوستان که جایزه برنده شده بود ولی حواسش نبود، نمیدونست، یادش رفته بود، بعد رفت توی اکانتش 200 دلار اومده و در واقع رفت چک کردید آره اینجا برنده شده بود، به خاطر همین این گزارش‌ها رو میتونید خیلی ساده ازش استفاده بکنید. خدمتتون عرض کنم که سایر گزارش‌ها هم به همین ترتیب میتونید استفاده بکنید که قطعاً میتونه براتون مفید باشه. نکته دیگه‌ای تو این قسمت ریپورت نیست جز این که حتما وقت بذارید و تک تک این گزینه‌ها رو در واقع روش کلیک بکنید و ببینید که در واقع چی هست. اگه سوالی هم داشتید که هم میتونید از چت بپرسید، قسمت چت آنلاین بدید، اونجا بگید آقا من این گزارش رو متوجه نمیشم برام توضیح بدید، یا اینکه از طریق دوستان هم تیمی همه در خدمت هستیم که بتونیم کمک کنیم. امیدوارم که موضوع ریپورت ها رو هم امروز پوشش دادیم، امیدوارم که این زمان یک ساعتی که گذاشتیم زمان مفیدی برای سایر دوستان بوده باشه و اطلاعاتی که خدمتتون دادیم به یک انگیزه باشه برای این کسی استراتژی های جدید توی تیم ایجاد بکنیم. چند تا استراتژی میتونه هدف این جلسه باشه. یک، بحث اسمارت دلیوری بسیار مهم هست، به هر حال باید از اینجا شروع بشه. بحث کلندر و ایونت جنس به نظر من باید برنامه قسمت از برنامه کاری ما باشه. بحث آنلاین چت، افرادی که بخوان میتونن کمک بگیرن و این اعتماد به نفس میتونه بهتون بده که واقعا شما صاحب بیزنستون هستید، چون خیلی ساده میتونید رو گوشیتون حتی سوالی اگه نمیدونید، چیزی نمیدونید، مسئله هست با شرکت حل بکنید. و بحث ریپورت ها هم که نقش کلیدی داره توی در واقع کار کردنمون، چون من امروز میخوام بدونم که چقدر دیگه دارم تا برسم به این پروموشن یا حالا هر چیز دیگه یا اینسنتیو تریپ ها حتی. بنابراین حتما این جلسه رو توی عمل پیاده بکنیم و توی تیممون هم انتقال بدیم که در واقع اثراتش هم اوکی بشه. ممنون و متشکر بابت حضورتون تو این جلسه. تا جلسه وبینار بعدی همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.